تاکسی. سلام. سلام چه عجب، بفرمایید. فرهاد نیست؟ اما میادش، ممکنه تا یه ساعت دیگه پیداش بشه. بفرمایید تو. خواهش میکنم. برس. چند روز پیش بود گفت رفتین مسافره. کی برگشتی؟ کی برگشتم؟ دو ساعت پیش. خونم نرفتم. بفرمایید. برای شمسی خانم اتفاقی افتاده؟ مریضه؟ چیه؟ بگی. برای همین اومدم اینجا. از تبریز که اومدم کمی تو خیابونا قدم زدم و فکر کردم. داشتم کلافه میشدم. گفتم بیام با فرهاد یه خورده حرف بزنم. فرهاد میاد. اما از من کاری ساخته است؟ چطور؟ اول باورم نشد. گفتم این حرفا بزنم نمیچسبه. زن نجیب و خونه داریه. اما تبریز که رفتم دیدم هرچی تو کاغذ راجع به سابقه زنم نوشته شده راسته. تو ترونم جسه گریخی چیزایی شنیده بودم. حالا میخوای چی کار کنی؟ دیگه تموم شد. فردا میخوام طلاقش بدم. اومدم از فرهاد کمک بخوام. میخوای با یه بچه 6 ماهه بلش کنی؟ بچه رو میارم پلو خودم. ببینم، در این مدت که با هم عروسی کردی ازش بدی دیدی؟ نه. پس چی؟ هیچ. نمیخوام پشت سرم حرف بزنن. دهن مردمو که نمیشه بس. نمیخوام توپ و لحن مردم برای خودم بخرم که بشینن و بگن یارو زنش بدکاره بوده. بدکاره؟ توپ و لحن مردم؟ بیچاره شمسی. من میدونم چی کشیده. به سر خودم اومده. مگه شما؟ بله. بشین تا براتون بگم. چند سال پیش
شوهر اولم توی حادثه مرد. قسمت بود. من موندم و حمید بچم که اون وقت 4 سالش بود. میخواستم برگردم برم ولایت. گفتم اول برم عشرت رو پیدا کنم. پرسون پرسون خونش رو پیدا کردم. عشرت دختری بود که سابقا همدیگر رو میشناختیم. گفتم شاید بتونه بهم کمک کنه و یه کاری واسم پیدا کنه. توی یه اتاق تنها زندگی میکرد. سالات زور اومدن بهم خبر دادن که شوهرم افتاده و مرده. دنیا رو تو سرم کوبیدم. عباس برادرمو که میشناسی، یا تو زندونه که باز براش رخشوری کنم و قند و چای و سیگار ببرم، یا بیرونه که باز امرو نهیش رو گوش بکنم. اگه بگه سن نور به دردم میخوره، نمیخوره. حالا بازم تو زنده. نمیدونم چند وقت دیگه میاد بیرون. من الحمدلله دست اون وقت رفت از بازار خوراکی بخرم. من به خودم فکر میکردم خدا بزرگه، بالاخره یه راه جلو پام میذاره. تو فکر یه زندگی بی سر و صدا و راحت بودم. پاسبان خودت شاهدی. چیشی رو شاهدم؟ دوست گرگیاتو؟ سرکار بیا اینو هاش خوب گیرش آوردن. با فرما خود رجب به همسابون نسیه داد. برای رجب اون رو در دو کنه رجب یا چیزی دزدیدی و زدی به چای. با فرما واردم. راست میگی جون خودت. سرکار به جون خواهد آبرو واسه و علمه با واقعی ندارم. 24 ساعت به مردم میگه آخه ما هم خواهر داریم مادر داریم. تو خواهر مادر داری؟ بله. مگه الان نمیخواستی من ببری تو خونه؟ به چونه شما سرکار دروغ میگه؟ یالا را بیا بری، یالا را بیا. نه دروغ میگه، این بد جنس متقلب. همیشه مزاحم من پاسبان، بنده به خدا دروغ میگه. دروغ کن، مگه تو منو تو بازار ندیدی؟ حسود هیچ بری، مردش رو سیلی بری. نش بری من نزید، قد دست دهن لقه که اگه راستم بگی کسی باور نمیشه. از حرفاشون فهمیدم که عشرت سابقه درستی نداره. اون مردی که دست عشرت شکایت کرده بود و پاسبان آورده بود، از دزدی های عشرت و از اینکه مردا رو تو کوچه جمع میکنه و اخلاق زنای نجیب خراب میکنه صحبت میکرد. همین کافی بود که بفهمم عشرت چی کار است. اون سینی کباب و تار و بطری مشروب و پشت پرده اتاقش دیدم، با خودم گفتم بهتر از اونجا برم. یه دفعه در باز شد. عشرت رو نهیدی؟ نه، رفته بیرون. نگفت که میاد؟ اینا شما چی کاره چی؟ نمیدونم. بیلامت، تو با قیافت نمیاد که.
مال این محله و دور براش بشی. از کجا اومدی؟ کاش پام شکسته بود و اینجا نایمده بودم. من چه میدونستم که اشرت با این لطب پاتای خیابون اون آبروسه. خب الان میخواستی با این بچه کجا بری؟ کسی دیگه رو میشنسی؟ هیچ کس. خب اگه بخوای، یعنی منظورم اینه که تو خیابون نمیتونی تنها همینجوری را بیفتی و بری. پس چی کار کنم؟ واسه شو نخوا، فعلا اینو داشته باش. فردا میبرمت کافه پیش آمیتی، رفیقمه، میگم بعد یک کاری چیزی بده، اونجا میتونی کار بکنی. خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. سینیا رو میچینی یه طرف، کارد چنگال هم یه طرف دیگه. گوش کن، لیوانا رو میتونی تو هم دیگه بذاری. باید یه کاری بکنی که مشتری ازت راضی بشه، فهمیدی؟ آخه تو تازه کاری. یه پنج سری دل قنده. اوه، انعام تو از یارو گرفتی؟ آره، کی گرفتم؟ زیدش مرچه ها این سینی رو برسون زیر عکس. ببینم این گوشت سفت چی بود که تو خریدی؟ شب جمعه و گوشت سفت نگاه کن، چند تا آدم تنبل و خرفت اینجا جمع شدن. یالا بری بگردیم ببینم. زود بشین، زودتر. شما خوبه؟ 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 نه، حتی عرقش بد نیست، باور کنیم بعد اشتباه میکنی شما. نه، عرقش خیلی خوبه، باور کنیم. افت، چی کار میکنی؟ خواهش میکنم آقای، خواهش میکنم. آرونه شما، آرونه شما. آرونه شما، آرونه شما. آرونه بشین، بیا اینم مزده امشب. مرسی. اینم انام، ایشالله فردا شب بیشتر میشه. چطوری جگر؟
خوش اومدین آقایون. قربون شما برسیم. چیم بیارم خدمتتون از قلقه؟ یه چند تا مایکه بیار. بسیار. یه سه چهار تا پنج سیره بیار. بسیار آقا. هفت هشت تا ما به جا. چهش بیارش. همین. همین. یه سه چهار پنج تا به جا. مایکه. زود برده بیار. عاشقم من عاشقم درد و بلا میخواهم ای بی دلان اهل دلی درد و شنا میخواهم او جان شیرین مرا با صد ادا میخواهم من بوسه شیرین از این شیرین ادا میخواهم بلای دل مایی چه بلایی چه بلایی با که گویم که ترا میخواهم با که گویم که ترا میخواهم او جان شیرین مرا با صد ادا میخواهد من بوسه شیرین از این شیرین ادا میخواهم زدرم خبر ندارم اثر ندارم شم نشان مدار من تو دلوه بهار من تو من عاشقم من عاشقم درد و بلا میخواهم ای بی دلان اهل دلی درد و شنا میخواهم غذا ها بود خوبه؟ عالی عالی بله 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 این چیه؟ عفتو میگی؟ یه ماهی میشه آوردیمش بالاخره اون شب به زود با اسقر رفیقاش رفتیم میآورم اسقر میخواست منو به چشم زنای هرزه نگاه کنه و من اگه دستم میرسید میخواستم خفش کنم بچه اصغر آقا افت خسته است بریم با بچه اساسی ها جمع کنیم بریم بریم؟ نه دوده تا چند شب بعد
خاطه ای ما رو زد. بابای زد تو چشم پای چشم سیاه شد. اینم یخشی گرفتم. شاید دلش بخواد بگم. این قد داره من رو خودشون با. حالا سه چشم این فرش این شانه یه جان را یک دم ننشان می. اینجا رو سلام برات خانم خانم شما چون قربون شما بفرمایید بچه‌ها بریم جلو میشین سلام علیکم سلام علیکم خیلی خیلی خوش اومدید بفرمایید قربون شما بفرمایید بشین بفرمایید بفرمایید کسی که فراد ریزه فایدن کرده خیالش دار به نماشیقم خورم ناگشتم در دنیا خب چی میل داریم؟ چون عشقی آمکی هر کدوم که خوبه و تموم بیاریم گوش کن دو تا پنیسگیری کباب دل و قلبه ماست و خیار زود بردو یعنی چون عشقی افتادم در پای با پشون و آدم ها بد نمیگذاره سلام زندگی بی تو دارم بشکنم من جام زندگی یارو خیلی خیلی دمغنا عشقی مفشان دی این شعره یه جان را یک دم ننشان دی ببینم
خوش کامه تو به این افت بگو من بیرو منتظرش چشم باید کار دارم آخه شب صاحب کافه منو کنار کشید و حرفایی بهم زد که خیلی دل خورم کرد گفت که اسقر از من خوشش اومده و منتظر من باشم. تو هم به فکر زندگی تازه فهمیدم که تو چه راه بدی قدم گذاشتم یعنی این که بیرون منتظرته بری قربان بری بله جناب حاکم غلامی چرت کردم این است به تازگی از بصره آورده ایم بری قربان آفرین آفرین بله. اسمت چیست پسر امشه بنده قربان لیلا لیلا بله لیلا که اسم مرد نمیشود خب دیگه آخه من مرد نیستم قربانشتم و گوشتم لیلا همینجوری گذاشتم اسم پدرم چیست اسم پدرم قربان زهرا بله همینطوری زهرا که اسم زن است احمد بله خب دیگه ما همینطوری اسم اون عوض کردیم واقعا که مسخره خوبی بله بنده مسخره خوبی هستم یقین اشتباه کرده ای پسر کمی فکر کن چی را اشتباه کردم دراج 20 متری اشتباه آی احمق برزنجی صبر کنی قربان توهین نکنی قربانت کردم اجازه بفرمایید بله میخوام خدمتتون عرض کنم که ادامه بده اجازه بفرمایید بله عرض کردم حضورتون میشه گوش کن ببین چی میگم قربانت کردم ادامه بده عرض کردم حضور سرکار که این بگو بگو عرضت را بله عرض کنم که اسم بنده لیلاست اگر حضرت بله. حاکم احمق بی شعور باز هم که میگو اگر حضرت حاکم صبر کنی قربان اشتبیانی نشی من حرف بزنم آفرین بسیار خوب بگویید نوازندگان ما را سرگرم کنید نوازندگان سرگرم کنند این گیوا حضورتون باشه قربان این چیست پسر یک کری بدم برمیگردن قربون شما بریم تاکر شما قربون شما کجایی بابا این برای پیداد نیست برای بچه چطور هم خوب هم قربون شما بریم با چکر هم آف نمیتونم سیرم در بکنم چون رو کنم کنم بابا نکه میاد سکان قربون هست لبسش هم خیلی قربون شما خیلی با چکر هم قربون شما سلامتی آف قربون شما خیلی با چکر نوکر همه گستم به مال نوکر بیرم نمیتونم بخواب سینم درد بکنه نمیتونم حالا که اصلا رو بیرم خیلی خواب قربون جوان ای واسه ری یه خود یه هم بده اون واسه ری قربون جوان بسه زفل خواب واسه ریش داده قربون شما آره قربون شما چطوری؟ خوبه کارت داشتم تو نبود مشروب خورده بود اگه آوردمت اینجا به واسه این بود که نمیخواستم با اسقر برم این کیه؟ عشرت عشرت کیه؟ دوست منه مگه این اتاق مال خودت نیست؟ از وقتی دوستم آوردنش زندون چرا؟ خوشگله خیلی تو خوشگل تری سلامتی <تص->
کیه؟ حمید. حمید؟ بچه‌مه. چرا میبینه؟ گوش کن، بنا نبود تو دیگه از این حرفا بزنی. دلش برام سوخت، از اون وقت فهمیدم که فرهاد مثل بعضی از مردای دیگه نیست، جوون با معرفتی. کدوم میزه میفرمایید اصغر آقا؟ فقط اومدیم برای افت. نفهمی؟ افت نیست، رفت با فرها؟ خب، حالا بفرمایید سر میز. بریم بابا، برای بچه بریم. اصغر آقا خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. مرصع گرفت شوه ملمع بدن، جیب مرصع درید یوسف گل پیران. ساغر سیمی شکست ساغی زرین قده، پیکر پروان سوخ شوه زمرد بدن. خاتم زرین که داد دست سلیمان به باد، صبح به صحرا فتاد از گلوی اهرمن. اما برویم سر اصل داستان، بارگاهی بود چون کارگاه بوغلمان. آراسته و پیراسته تخت مرصعی در سطر بارگاه نهوده، ملک عظیم و شعنی بر تخت قرار گرفته، چارقب شاهی پوشیده، خنجر مرصع بر کمر زده، شمشیر جواهر نگار بر کمر بسته، که ناگاه نگیره ازم جهان پهلوان رستم دستان از در در آمد. تاج هفت کنجره مکلل به جواهر بر سر گذاشته، دو تا دور بارگاه 700 صندلی مرصع گذاشتند. امیران و صاحب نظران و منشیان تیز قلم بر زبر صندلی ها آرام گرفته، پرده های مروارید آویخته و فرش های ریش مروارید گسترده. در مجمر طلا عود و انبر در سوت گداز بود. باش گذشت. ای بخوای سفارشت میکنم که به این زودی ها ولد نکنه. میتونی اما نکن. باشه. مراخو، حالا اگه دلت خواست اجازه بده که پول وارث آقا نوچت حساب کنه. این پولا رو تو محلتون خرج کن. همه به تندی و تیزی به کوه چون پاوزن. افتر آقا،
این فرادریزه تازگی ها خیلی پرو شده ها. جون شما اگه عوضی بده داغونش میکنه. نه بابا قابل نه. بر نزن. فردا صبح برو میدون بار سمت دولت رو برا کن. جاله نو رو هنوز نه برده. نه با فردا میرم پیشه. یه روزی که داشتم خرید میکردم فرهاد اتفاقا رسید و ما رو برد بستنی فروشی. سلام. سلام. میخوای بریم اونجا بستنی بخوریم؟ میریم اونجا. راجب اسقره نه؟ آخه میدونی وقتی میاد تو کافه دلم شور میزنه. میترسی؟ آره. از اون شب که دلخور نیستی؟ با محترم خانم که با خانوادش آشنا بود مشورت کنه. فرهاد خیلی دلش میخواست که مردم به چشمه جاهل نترس و سرشناس بهش نگاه کنم، اما من فکر میکردم که بالاخره سیر دست پای امثال اسقر له میشه. حیف بابات عاشق من نشد، اما بهتر واسه این که تو به این خوشگلی نمیشدی. راستی تو جمشید پسر منو ندیدی؟ نه. حالا میره دانشکده. اگه بابا ننم بالا سرم میموندن شاید منم میتونستم واسه خودم آدمی بشم. ما از وقتی که چشم وا کردم لای دست و پا بودم. راست میگی، یادم اومد. تو 4 سال داشتی که مادر خدا بیامرز دخ کرد و مرد. 1 سال بیشتر نتونست مرگ باباتو تحمل بکنه. خدا بیامرزدش. ای وای چه روزی بود اون روزی که تو آقا فوق با کارت زدنش تا دم مرگ اسم مادرتو میاد.
خب اسم این خانمی رو که دوستش داری چرا به من نگفتی؟ افتاد تازه دیدم. چرا معطلی؟ چرا عقدش نمی کنی؟ بیار تو خونه. یه جوون مثل تو که ناسلامتی خرش تو محل میره نباید استخاره بکنه. آره خیلی هم خرم میره. همه همینه میگن. میدونین مردم عادت کردن که ماها رو یا به قول خودشون جاهلا و لاتا رو آدمایی فرض کنن که هیچ گیر و مصیبتی تو زندگیشون ندارن، کپکشون هم دائم میخونه. سیبیلا اونو میبینن اما این تو رو نمیبینن. ما مثل همه غم داریم، غصه داریم، مثل همه خلایق از فردامون میترسیم. ای بابا این حرفات درست، اما آدم تو زندگیش نمیتونه که هر روز عاشق بشه. من اون وقتا یه کسی بودم مثل عفت. کدوم مردی بود که منو شریک زندگی خودش بکنه و برای خودش درد سر بتارشه؟ تا اینکه شوهر مرحومم زد یک دل نه بلکه صد دل عاشق من شد. خب شما هم خوشگل بودین دیگه، نه؟ چی میگی؟ ای مردای دیر باور، اینو میبینی؟ نگاه کن، محرمی؟ این خود من هستم. محترم خانم، این کیه؟ این؟ وجی خانم زردگیر معروفه. خب، سرتونو درد آوردم. مادر جون کجا؟ یه دقیقه صبر کنید، این هاش، جمشید اومد، با هم آشنا بشید. سلام. این فرهاد ریزه منه که حرفشو میزدم و این باباش. تا روزی که فرهاد و رفیقاش رفته بودن سر جالیز بار هندونه بزنن، اصغرم با دار و دستش را افتاده بود. اگه امروز گرمکار جید الله اسلامبول را میافته ناراست میشه، اما یک کاری بکن که ما مقبول نشیم. اگه ما هوای رعیت رو نشته باشیم بار رعیت رو زمین میجنده. اصغر آقا یارو تو جالیزه. بدونی افتا شب تو کافه پیداش نی؟ واسه چی؟ شب و روز با فرهاد است. نگرد ببینم دار بزن. علی، دوباره برای قیمت کن. بله خواهد.
که وظیفت خوب بلدی. فوتا فوتا. بره. شندونه هواری چنده؟ برختیم پرد خرد بعدا بریزش کرار بابا بیره یا لفت بریزش کرار ماشی بخواد اچه بله چازی بره کیه؟ بیا گردان بیا ات گفتم بی گردان پایین بیدم چهار کسی میذارم رچی بیا پایین یا نبینم برو از کنار بیدم میکنی حالش خیلی بد باشه چه میدونم فراد جون چایی میخوری؟ نه یه سیگار واسش آتیش کن من زوریه یه سری به افت زدم پولم بهش دادم آره به افت گفت تو سه چهار روز رفتی ورامین بلم کن کن فراد جون بابا فراد کجا میخوای بری؟ برین کنار از طرف اسقری خیالت راحت راحت باشه تو بی خود داری دنبال اسقر میگردی اسقر رو بردنش زندون اکبر به من گفت که منتظر بوده اسقر شلوغ کنه یکی دو سال واسهش حبس ببره کی میاد بیرون؟ فراد جون حالا برو بخواب خلیل گفت رفتی برام این فهمیدم اتفاقی افتاد همش تقصیر من نه افت یه تیکه آب خوردن بده به من چشم تو باید به من بگی همه چیز باید به من بگی کاش پا میشکست و به این مرحله نمیکشید
کاش اصلا تو رو نمیدیدمت. کاش که اصلا تو رو دوست نداشتم. یا اقلا تو هم فقط مثل یه دوست ساده منو میدونستی. اون وقت دیگه از دیدن تو به این حال کارت به جیگرم نمیخورد. عفت، آدم یه مرد تو زندگیش ببینه، دوستش داشته باشه، اون وقت اینجوری قیمه قیمهش کنن. هزار تا حرف از مردم شنیدی، زندگیت به هم خورد، آخرش هم اینجور. تقصیر اسقر چیه؟ همه مردم مثل اسقر منو داخل آدم نمیدونن. یه زن توی کافه تو هم من آوردی تو خونم، تو فلان مردم واسه خودت خریدی. آدم حسابی عاشق زن حسابی میشه. افت افت فرهاد، من به درد تو نمیخورم. تو اینقدر آقا هستی که زنهای حسابی هم لیاقت تو رو ندارن، چه برسه به من. اگه من بخوام از پلید برم چی کار میکنی؟ خفت میکنم. افت وسط شب مثل دیوونه ها را افتاد، رفت خونه سابق اشرت به خیالی که من اونجا هستم. درو به من شرما میخورم. منم گیت شده بودم، تو کافه ماسک کردم و رفتم رو صحنه رقصیدم. دیگه اختیارم دست خودم نبود. برید به مشتری ها برسید، برید به مشتری ها برسید. Thank you.
بریم خونه. ولش کن بسا. بشینک برید. بهشی گفت. بهت گفتم رابیو. با ما از اینجا بیرون نمیذارم. شما ها چه مرگتونه بزنید. بریم. بلکن نمیرم. من زن تو که نیستم. من مال همه. بیمه رفتون مرد سیوا چی رو تو زمان هم میکنی؟ اول سیوا سنگ زنشه. همه تون گوش کنی. افت با توی کافه برمون. باز بره. واسه که افت خاطر خواهی فراده. فراده به افت دوست داره. بیشین سر جاده. شب تو خوابیدی؟ نه. منم نخوابیدم. رفته بودم تو فکر مسافرت. مسافرت؟ آره. با تو حمید. میخوام هرچی دارم بدم خلیل بفروشه و واسمون بفرسته. دلم از این شهر خیلی گرفته. موندم تو این که مشهد بریم یا شیراز. من بیشتر دلم میخواد بریم شیراز. تا دو سه روز دیگه هم راه میافتیم. دو سه روز دیگه؟ آخه عروسیمون دیر میشه. بیا پایین بینم بابا جون. چرا اینجا نشستی؟ بگیرش. بیا اینجا بینم. بله. این بارا رو برده بذار بالا. بگیر. بله خواه. اصلا زود باشه خودشون. دو تا لنگه بار واسه شیراز گذاشته اون بار. برای اونجا. باش. بله. اصلا آقا. ببین جریان براش تعریف بکنه. همونطور که گفتم مفصل بهش بگیر. بگی بینم. اومدی که من بابا جون. سلام برسیم. انشالله که بهت خوش بگذرم. خوش خوش. محفظ نگاه کن نوار فراموش. برادرم عباس مثل عجل معلق افتاد رو سرم. دور باشی برکا. خدا سلام توی؟ این محترم آکم آنشم. اینجا چی کار میکنی؟ کجا داری میری؟ میرم شیراز با شوهرم. دیگه وقت نشد به تو خبر بدم. تو کی از زندون در اومدی؟ حمید کجاست؟ همینجاست. حمید، حمید بیا پیش دایی. حمید این مرتی که فرهاد شا
شوهرم. صداش کن قبل عقدتو نشونم بده. قراره همین روزا بریم شیراز عروسی بکنی. میری شیراز احمق؟ مگه تو بی صاحب افتادی که بلند میشه واسه خودت تو این شهر لعنتی شلوغ را میافتی که بعدم میخوای بری شیراز؟ چرا داد میزنی؟ چیکار کنم؟ گدایی کنم؟ مگه شوهرم که مرد تو رو قیم من کرد؟ از همه چیز با خبرم. از خونه اشرت، اون زن هر جایی که آبرو واسه فامیلش باقی نذاشت، رفیق جونجونیت که رفتی خونش را و چارو به تو نشون داد، بعدم داده دست اصغر و یک مشلات لوت دیگه. اون وقت عفت خواهر من، دختر کربلای حسین کاسب سرشناس ساری که الان توی گور داره نفرینت میکنه، میشه گارسون کافه آمیتی. اونجام که حالش معلومه، پاتوق سی کرو لات چاقوکش و زن هرزه و دوز پس فطرته. خوب کاری کردم، دلم خواست، ناز شستم. پس میخواستی بشینم بغل دستت امر و نهی تو رو گوش کنم، یا وقتی میری زندون واسه تا شله بیارم؟ بشار دستون بلا نکنی یا بله، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی، بهت بگم خیال نکنی یا تو هر گوری میخواد داری برو، اما نمیذارم این بچه تو بغل یه زن بدکاره بزرگ بشه. خوبه بچه باشه بازم من نمیذارم این بچه رو با خودت ببری. یالا بچه مادر رو نمیگیره. نمیخوام لعنت دنیا و آخرت رو واسه خودم بخرم. بدش به من. بچه منو ول کن. بچه مال منه. بچه مال منه ول کن. بدش به من. بچه مو ول کن. بچه رو کجا میبری؟ با تو چه مربوطه؟ به من چه؟ بچه منه. برو مرتی که با اون زن هر جایی چاکه دهن تو به من میزنم دک و پوز تو داغون میکنم. بابا جون برو دنبال کاره، میزنه لو لو وردت میکنه. چی؟ بچه رو دیگه بینم اینجا. برو پی کاره. از مدزدگی همه استفاده کرد و بچه همو برداشت و فرار کرد. خوشبختانه پلیس راه ها رو بسته بود. بازپرس از شهربانی سوال کرد، جواب دادم از بخش 15 و 56 نمیتونه جایی در بره. بله مراقبش هستن. نه جونم، خیلی احتمال میره که توی ایستگاه راهن پیداش کنم. بله بله، اونجا مأمور هست، ممکنه بره به ساری، اصلا اهل ساریه. پیشه ننه گوش ننه بریم واسه چیز میخورم. من الان میخوام. تاکسی کجا میری آقا؟ راهن. کجا میریم دایی؟ پیش ننه. آقا چند سالشه؟ 4 سال. ماشاءالله. همینجوری بگم
رو بده درجه سپاس من در شما سن. چند تا آقا؟ یه thank you.
بیا با فرهاد سه هفته تو مریض خونه مون. سه هفته ای که من نه خواب داشتم نه خوراک. اما هرچی بود گذشت. چند وقتی رفتیم سرگشتیم و فرهادم رفت سر کار نقشه کشی. خدا بهمون یه بچه دیگه هم داد. حالا باید فکر آتیه بچه ها باشیم. اینطور نیست؟ بله، صحیحه. خب، حالا خیال میکنین دنیا باخت که میخوایی یه کاری بکنین و بعدم پشیمون بشین؟ سلام ماما. سلام عزیزم. چه عجب محمود. حالت چطوره؟ من یه ساعته که اینجا منتظری؟ نه. آره بلدی تو کوکش کنی؟ سب کن نشونت بدم چطوری روش میندازم. بدش به من. آه چه قشنگه. باری کرده. درستاتو حاضر کن بازم واسط میخرم بابا جون. باری کرده. به محمود کجا رفت؟ محمود؟ محمود؟ اه کجا رفت؟ فرهاد بیا عقبش نرو. میخواست زندگیشو با شمسی به هم بزنه اما من منصرفش کردم. یه قصه گفتم واسش. قصه خودمونو. عکسی کجا برم؟ بریم خونه. بله خونه. ببخشید بریم مختری شاپور. چشم.